قلبی پاک از فریب و حسد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که کدام مردم افضلترند. فرمودند آنهایی که زبان راستگو و قلب پاک دارند. گفتند زبان راستگو را دانستیم، ولی قلب پاک چیست؟ فرمودند قلب پاک قلبی است که گناه ندارد، کار فساد نمیکند، ریاکار نیست و به کسی حسد ندارد. حدیث با روایت ابن خزیمه. هر کاری نیکی که قلب پاک میکند به خود آن و یا به اهلش باز میگردد و به مثل این قلب پاک دوست میدارد که همه مسلمانان نیز به نیکی ها دوچار گردند و قلب پاک هر بدی را بد میبیند که به آن گرفتار نگردد و هم باز بد میبیند که دیگر مسلمانان نیز به آن بدی ها گرفتار نگردند، اگر چند آن از کارهای دینی باشد و یا از کارهای دنیوی. شخص ایماندار قلب ملایم دارد، می خواهد که همه نزدیکانش و تمام مسلمانان به خیر و نیکی ها گرفتار باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اهل بهشت سه گروه هستند: یکم حاکم و صاحب قدرت عادل که در فرمانبرداری از الله و اجرای شریعت آن موفق باشد، دوم مرد دلسوزه که به خویشاوندان خود و به هر مسلمانان مهربانی میکند، سوم هر مرد نیازمند و سرفرزنده که عزت نفس دارد و خویشتندار است، یعنی نفقه چند کس را در عهده دارد و چیزی از مردم درخواست نمیکند. حدیث با روایت امام مسلم. قلب شخص مؤمن بدی و دشمنی، خاری و حسد کسی را نمی بردارد، بلکه غضبناک شدن قلب شخص مؤمن تنها به خاطر الله سبحانه و تعالی است. شخص مؤمن حتی بعض خلق همسر مؤمنه اش را بد می بیند، لیکن غضبناک نمی گردد و تنها او به خلقهای نیک او نظر می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ مرد مؤمن نسبت به زن مؤمنه، یعنی به همسر خود، بدی و دشمنی نمی کند، زیرا اگر یک اخلاقش را نمی پسندد اخلاق دیگرش را می پسندد. حدیث با روایت امام مسلم. هر شخص مؤمنی که از یک برادرش کمبودی را دید آن را اصلاح بکند، ناتوان باشد یاری بدهد، در او اگر عیب را دید آن را پنهان دارد و نصیحت بکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخص مؤمن آینه مؤمن است، مؤمن برادر مؤمن است، مال او را حفظ کرده ضایع نمیگرداند و در نبودن او همه معیارهای برادری را حفظ میکند، یعنی مال و ملک و اهل آیله اش را حفظ کرده وصیتهایش را عملی میگرداند، آبرویش را نگه میدارد. پس اگر حالش چنین باشد به کسی ظلم نمی کند، کسی را نمی کوبد، پس نمی شمارد، کینه نمی کند و غیبت نیز نمی کند و دیگران را فریب نمی دهد و هم عیب مسلمانان را نمی کوبد، بلکه نصیحت کننده و امانت نگهدار است، عیب آنها را می پوشاند، حاجت آنها را برآورده می گرداند و مظلومان آنها را یاری دهنده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مسلمان برادری مسلمان است، ظلم نمی کند، پس نمی شمارد. آن مسلمانی که در غم برآوردن حاجت یک برادری مسلمانش باشد، الله سبحانه و تعالی حاجت او را می برارد. و آن مسلمانی که یک غم و اندوه برادری مسلمان خود را دور می کند، الله سبحانه و تعالی غم و اندوه او را در روز قیامت از او دور می گرداند. آنه که عیب یک مسلمان را می پوشاند، الله سبحانه و تعالی عیب او را در روز قیامت می پوشاند. حدیث با روایت امام بخاری.